بله، همکارم فراد پولادی که این گزارش رو تهیه کرده در استودیو همراه ماست. فراد، به نظر میرسه که در جلسه پرسش و پاسخ با سخنگوی وزارت خارجه ایران در کانون بحث‌ها بود. چه نکات عمده دیگری مطرح شد دیروز؟ بله افشار، روز گذشته سومین سالگرد بازداشت محقق آمریکایی چینی تبار آقای ژو وانگ بودش که یکی از سوالایی که مطرح شد در رابطه با اینی که تلاش‌های دولت آمریکا، تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا در این زمینه به کجا رسیده، که خانم اورتگاس گفتن که آزادی همه گروگان‌های آمریکایی در دستور کار وزارت خارجه و یکی از اولویت‌های دولت پرزیدنت ترامپ است. دولت کنونی آمریکا یکی از موفق‌ترین کارنامه‌ها را در آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی دارد. رابرت اوبرایان شبانه روزی تلاش می‌کند و در گفتگو با طرف‌های زیر رفت است. مسئله آزاد کردن گروگان‌هایمان برای او نه تنها وظیفه است، بلکه شخصی نیز هست. همچنین در اولویت برنامه‌های پرزیدنت ترامپ و شخص وزیر خارجه نیز قرار دارد. آمریکا همه روزه به تلاش‌هایش در این زمینه ادامه می‌دهد تا گروگان‌های آمریکایی را به خانه بازگرداند. بله، در ایران غیر از آقای ژو وانگ که بهش اشاره شد، آقای نمازی و پسرشون در ایران زندانی هستن، حکم چندین ساله گرفتن. همچنین علاوه بر این دو ایرانی آمریکایی، آقای باب لونسون هستن که بیش از یک دهه هستش که در جزیره کیش ایران ناپدید شده. ایران هنوز اطلاعاتی در اختیار آمریکا نذاشته. آمریکا، دولت پرزیدنت ترامپ ایشون را گروگان در ایران تلقی کرده و بارها از ایران خواسته که برای اطلاعاتی در این زمینه بذارن. حتی اداره پلیس فدرال که ایشون کارمند سابقش هم بودن، حتی اعلام جایزه هم کردن برای اطلاعاتی که در زمینه وضعیت ایشون باشه. ممنون فراد پولادی با ترشیح جلسه پرسش و پاسخ با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا.